أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مؤمنان رستگار شدند، آنها که در نمازشان خشوع دارند و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند و آنها که زکات را انجام می دهند و آنها که دامان خود را از آلوده شدن به بی عفتی حفظ می کنند. تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌گیری از آنان ملامت نمی شوند و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند تجاوزگرند. آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند، آنها که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند، آری آنها وارثانند، وارثانی که بهشت برین را ارث می برند و جاودانه در آن خواهند ماند. و ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم، پس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم، پس نطفه را به صورت علقه خون بسته و علقه را به صورت مزقه چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزقه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم. پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. سپس شما بعد از آن می‌میرید، پس در روز قیامت برانگیخته می‌شوید. ما بر بالای سر شما 7 راه، طبقات 7 گانه آسمان قرار دادیم و ما هرگز از خلق خود غافل نبوده ایم و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین در جایگاه مخصوصی ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. سپس به وسیله آن باغهایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغهایی که در آن میوه های بسیار است و از آن می خورید. و نیز درختی را که از طور سینا می روید، درخت زیتون، و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان فراهم می گردد آفریدیم. و برای شما در 4 پایان عبرتی است، از آنچه در درون آنهاست از شیر شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها می خورید، بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید. و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او به آنها گفت ای قوم من، خداوند یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست، آیا از پرستش بت‌ها پرهیز نمی کنید؟ ایت اشرافی و مقرور از قوم نوح که کافر بودند گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که می خواهد بر شما برتری جوید، اگر خدا می خواست پیامبری بفرستد فرشتگانی نازل می کرد، ما چون این چیزی را هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم، فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلاست، پس مدتی درباره او صبر کنید تا مرگش فرا رسد یا از این بیماری رهایی یابد. نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری کن. ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز و هنگامی که فرمان ما برای غرق آنان فرا رسد و آب از تنور بجوشد که نشانه فرا رسیدن طوفان است، از هر یک از انواع حیوانات 1 جفت در کشتی سوار کن و همچنین خانواده ات را
مگر آنانی که قبلا وعده هلاکشان داده شده، همسر و فرزند کافرت. و دیگر درباره ستمگران با من سخن مگو که آنان همگی هلاک خواهند شد. و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید، بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید. و بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پر برکت فرودار، و تو بهترین فرود آورندگانی. آری در این ماجرا برای صاحبان عقل و اندیشه آیات و نشانه هایی است و ما مسلماً همگان را آزمایش می کنیم. پس جمعیت دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که خدا را بپرستید، جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیز نمی کنید؟ ولی اشرافیان خودخواه از قوم او که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم، گفتند این بشری است مثل شما، از آن چه می خورید می خورد و از آن چه می نوشید می نوشد، پس چگونه می تواند پیامبر باشد؟ و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید مسلماً زیانکارید. آیا او به شما وعده می دهد هنگامی که مردید و خاک و استخوانهایی پوسیده شدید بار دیگر از قبرها بیرون آورده می شوید؟ هیهات از این وعده هایی که به شما داده می شود. مسلماً غیر از این زندگی دنیای ما چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگری جای ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. پیامبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری کن. خداوند فرمود به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد، اما زمانی که دیگر سودی به حالشان ندارد. سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم. دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا. سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آوردیم. هیچ امتی بر اجل و سررسید حتمی خود پیشی نمی گیرد و از آن تأخیر نیز نمی کند. سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم. هر زمان رسولی برای هدایت قومی می آمد او را تکذیب می کردند، ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آنها را احادیثی قرار دادیم. دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورند. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او، اما آنها تکبر کردند و آنها مردمی برتری جوی بودند. آنها گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند؟ آری آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم شاید آنان هدایت شوند. و ما فرزند مریم و مادرش را آیت و نشانه ای قرار دادیم و آنها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم. ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می دهید آگاهم. و این امت شما امت واحدی است و من
پروردگار شما هستم، پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید. اما آنها کارهای خود را در میان خیش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند، و عجب این که هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند. آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد یا گرفتار عذاب الهی شوند. آنها گمان می کنند اموال و فرزندانی که به عنوان کمک به آنان می دهیم برای این است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها بگشاییم. چون این نیست، بلکه آنها نمی فهمند که این وسیله امتحانشان است. مسلماً کسانی که از خوف پروردگارشان بیم ناکند و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند، آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند، آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می دهند و با این حال دلهایشان هراسناک است از این که سرانجام به سوی پروردگارشان باز می گردند. آری چنین کسانی در خیرات سرعت می کنند و از دیگران پیشی می گیرند، و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم، و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و به آنان هیچ ستمی نمی شود، ولی دلهای آنها از این نامه اعمال در بیخبری فرو رفته و اعمال زشت دیگری جز این دارند که پیوسته آن را انجام می دهند. تا زمانی که متنعمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم، در این هنگام ناله های دردناک و استغاثه آمیز سر می دهند. اما به آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد. یا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد اما شما اعراض کرده به عقب باز می گشتید، حالی که در برابر او پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پرداختید. آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند؟ یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکانشان نیامده است؟ اینکه پیامبرشان را نشناختند و از سوابق او آگاه نیستند، از این رو او را انکار می کنند؟ یا میگویند او دیوانه است؟ ولی او حق را برای آنان آورده، اما بیشترشان از حق کراهت دارند. اگر حق از هوس‌های آنها پیروی کند، آسمان‌ها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه می‌شوند. ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یادآوری و عزت و شرف برای آنهاست، اما آنان از آنچه مایه یادآوریشان است روی گردانند. یا اینکه تو از آنها مزد و هزینه‌ای در برابر دعوتت می‌خواهی، با اینکه مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی دهندگان است. به طور قطع و یقین تو آنان را به راه راست دعوت می‌کنی، ما کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند. و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاری ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم، نه تنها بیدار نمی شوند بلکه در طغیانشان لجاجت می ورزند و در این وادی سرگردان می مانند. ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. این وضع همچنان ادامه می یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم، و چنان گرفتار می شوند
که ناگهان به کلی مأیوس گردند، و او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب ایجاد کرد، اما کمتر شکر او را به جا می آورید. و او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید. و او کسی است که زنده می کند و می میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست. آیا اندیشه نمی کنید؟ نه، بلکه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند. آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌هایی پوسیده شدیم آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده، این فقط افسانه‌های پیشینیان است. بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست اگر شما می‌دانید؟ زودی در پاسخ تو می‌گویند همه از آن خداست. بگو آیا متذکر نمی‌شوید؟ بگو چه کسی پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟ زودی خواهند گفت همه اینها از آن خداست. بگو آیا تقوا پیشه نمی کنید و از خدا نمی ترسید و دست از شرک بر نمی دارید؟ بگو اگر می دانید چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد؟ خواهند گفت همه اینها از آن خداست. بگو با این حال چگونه میگویید سحر شده اید؟ واقع این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ میگویند. خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگری با او نیست، که اگر چنین میشد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند. منزه است خدا از آنچه آنان توصیف می کنند. او دانای نهان و آشکار است، پس برتر است از آنچه برای او همتا قرار می دهند. او پروردگار من، اگر عذابهایی را که به آنان وعده داده می شود به من نشان دهی و در زندگیم آن را ببینم، پروردگار من مرا در این عذابها با گروه ستمگران قرار مده. و ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم. بدی را به بهترین راه و روش دفع کن و پاسخ بدی را به نیکی ده. ما به آنچه توصیف می کنند آگاه تریم. و بگو پروردگارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم، از اینکه آنان نزد من حاضر شوند نیز ای پروردگار من به تو پناه می برم. همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد می گوید پروردگار من مرا بازگردانید، باید در آن چه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم. ولی به او میگویند چنین نیست، این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر بازگردد کارش همچون گذشته است. و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. هنگامی که در سور دمیده شود هیچ یک از پیوندهای خیشاوندی میان آنها در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند، چون کاری از کسی ساخته نیست. تانی که وزنه اعمالشان سنگین است همان رستگارانند. آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودانه خواهند ماند. شعله‌های سوزان آتش همچون شمشیر به صورت‌هایشان نواخته می‌شود و در دوزخ
چهره ای عبوس دارند. به آنها گفته می شود آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد؟ پس آن را تکذیب می کردید؟ می گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم. پروردگارا ما را از این دوزخ بیرون آر. اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا ستمگریم و مستحق عذاب. خداوند می گوید دور شوید در دوزخ و با من سخن مگویید. فراموش کرده اید گروهی از بندگانم می گفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم، ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. ما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند و شما به آنان میخندیدید. من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم. آنها پیروز و رستگارند. خداوند میگوید چند سال در روی زمین توقف کردید؟ پاسخ میگویند تنها به اندازه یک روز یا قسمتی از یک روز. از آنها که می توانند بشمارند بپرس. می گوید آری شما مقدار کمی توقف نمودید اگر می دانستید. آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ پس برتر است خداوندی که فرمان روای حق است. معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند و مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگارش خواهد بود. یقیناً کافران رستگار نخواهند شد. و بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت کن و تو بهترین رحم کنندگانی.